دوستای بسیار عزیزم، شما را خوش آمد میگم. شفیع یارستان، ما در این برنامه خود میخوایم حافظ کمه به شما معرفی بکنم. ما میخوایم امرای شما برم در میکده های که حافظ میرفته، با کسایی که حافظ میدیده، با کسایی که عشق میورزیده، با چیزایی که دوست میداشه، از چیزایی که میگریخته، که چی رقم زندگی میکرده، که چطور در او جای رسیده بوده. ما ایره در یکی دو برنامه نمیتونم، اما کم کم فکر کنین که یک آغاز است بر معرفی خواجه شمس الدین حافظ شیرازی. حافظ تقریبا 650 سال پیش در شیراز، یک ایالت از پارس او روز، زندگی میکرد. حدود 65-70 سال حافظ یا بیشتر از او زندگی کرده، مقبول زندگی کرده. حافظ چنانچه مروج است در کشورهای اسلامی، به شاگردی ملا و شیخ میپردازه و چنانچه که ما شما اولادای خودم مصروف همی کار میسازیم و بسیار افتخار میکنیم، از خردکی میره و شاگرد میشه. در سن کلانی به یکی از ملاها و دانشمندهای بزرگ مذهبی در جهان اسلام، به خصوص در پارس و در عراق تبدیل میشه. حافظ بعدا در شک میفته از اینکه چیزایی را که یاد گرفته درست است یا نه. حافظ چیزی که من امروز میگم به اونمو جای میرسه. حافظ از لابلای اشعارش ما فکر میکنم که در تردید میفته از راست بودن یک قصه ها و اینمی کتاب را که ما کتاب شیطانی میگم. حافظ که یک حافظ قرآن است و قرآن در 14 روایت میفهمیده، از حفظ، از یاد پشت دور میته به جهان اسلام، به زود خوش، به تزویر، به ریا، به دروغ، به سوی استفاده ملاها از مردم و در مقابل از یا قد علم میکنه. حافظ باقی زندگی خود به یک مبارز تبدیل میشه. در جوامع سیاترین، در دوره های سیاترین کشورهای اسلامی و کشور افرادگرای مذهبی مثل ایران، اما حافظ میتونه به یک زبان گویا در مقابل ملا و مدرسه تبدیل شود. حافظ اما هیچگاه به قرآن بد نمیگه. تمام بد گفتن ازی، تمام احتجاج ازی در مقابل ملاست که در واقع اینا علمبردار حدیث هستن، علمبردار اونمو قصه‌گکای دروغ است که از نظر ما توسط معاویه و فامیلش در جهان اسلام انتشار یافته بود و مسلمان های بعدی هم از جمله عباسی ها برای 400 سال دیگه برای چور انداختن مردم استفاده کرده بودند. اگر چه زمانی که حافظ می آید چنگیز خان شر عباسی ها را و خلفای ای را از سر مردم کم کرده بود، ولی هنوز هم کسای دیگه که معتقد به اون روش بودند برای دزدیدن مردم، از اون روش استفاده می کردند. حافظ نمیتونست. حافظ نمیتونست که به او رقمی که واش شلاق میزنند مردم که با مو را روان شود روان شود. اما حافظ در عین زمان نمیتونست که همه را نجات بده، ولی همواره کوشش میکرد. زندگی حافظ یک مبارزه است. کسی که کم چیزی که ما کمتر میبینیم در مورد حافظ، که حافظ زندگیش یک مبارزه بوده، حافظ یک قیام بوده، حافظ یک جنبش بوده. فکر کنین اما که حافظ در مقابل ملا و مولانا و حجت الاسلام در یک مملکت افراطی مذهبی در یک دوره منحط استاد میشه، مگر به طریقی که حتی امو ملا هم به او عشق میورزه. امروز در امی شرایط انحطاط مذهبی که دامنگیر ایران است،
شما در خانه هر ملا هم که برین میافین شعر حافظه، میافین دیوان حافظه. حافظ بزرگترین اعتراف است. ای گپ گپ ماست در مورد حافظ، ای گپ هیچ کس در مورد حافظ تا حال نگفته. برای از این نگفته که ما زیاد با تغزلی بودن، با زیبا بودن، با عاشقانه بودن اشعار حافظ توجه میکنیم، با یکی حافظ من حیث یک بزرگترین عالم اسلامی قد علم میکنه بر علی چیزی که تمام زندگی خود یاد گرفته و افشا میکنه، دامن بالا میکنه از زود خشک، از ریا، از دزدی، از سرشکستاندن و از دلشکستاندن و در لاولای اشعار خود از انسانیت داد میزنه و از همگونی و از یکرنگی و از دوستی و از شفقت و از پشت سر زدن و تیله کردن ملا و مولانا و بر ما یک چراغ روشن میکنه. حافظ یک اعتراف بزرگ است. امروز دلا بلای اشعار خود ما حافظ زیبا را برای شما تشریح میکنم. حافظ در جریان زندگی خود میاموزه که این دنیا برای از این است که راجع به پل صلات همیشه فکر کنی. اوه اثر پل صلات چطور میشه؟ اثر پل صلات غریبه با می بازی دادن که بته هر چیزی که داری و شمول زن دی دنیا برای ملا و برای مولانا برو دو دنیا که جنت منتظرت است و ای بیچاره را کمرش مشکنانند دی زندگی که دو دنیا باز خانه میتیم. خانه تا ایجا با ما بته، زن تا دختر تا مال تا ایجا با ما بته، باز برو که دعاید میکنیم بخیر در بهشت که بری چی چیزهای منتظرت است. در خیال میخرن ار نقد زندگیشه، در تصور میخرنشه، تمام هستیشه میگیرن و با یک تابلوی نقاشی پولش همه پردازن که وجود نداره. و حافظ داد میزنه بر ازی که مردم بیدار کنه، مردم که خواه رفته تا عمیقترین سلول های فکریشان. حافظ میگه باشین یک شعر از بیدله بگویم. میگه مگر از فکر عقبا بازگردم تا به خیش آیم، که از خود سخت دور افتیده ام از پیش بینی ها. این گپ بیدل است. بیدل میگه اینقدر ما در فکر و دنیا شدیم که این دنیا کاملا از یاد ما رفته، مگر یک دروازه ببندیم بر رخ او دنیا که اگر در این دنیا بیاییم و زندگی کنیم. مگر از فکر عقبا او دنیا آخرت، مگر از فکر عقبا بازگردم تا به خیش آیم. یعنی از خود رفته این مدهوش شدیم، این دنیا را دیگه من ندارم. آیا خداوند مرا اینجا برای زندگی کردن خلق نکرده؟ کرده، اما ما از دست که غرق او دنیا شدیم این دنیا فراموشم شده، در فکر عزیزم که بخیر برسیم دیگه، باز در مجنت در لب کوثر دیگه باز یک خانگک آباد میکنیم و هور میه و غلمان میه و شراب و در اینجا هر چیزی که داریم و دگرا دادیم که وا در اینجا برای خود جنت جور کردن، سر ما دوزخ جور کردن این دنیا را، برای ازی که بهشت بسازن این دنیا را و ما در این فکر استیم که باز بخیر اوجا میریم. مگر از فکر عقبا بازگردم تا به خیش آیم، اگر از فکر پل صلات برایم که در فکر ای زندگی مقبول خود شام که خداوند به ما داده و یک بار داده. مگر از فکر عقبا بازگردم تا به خیش آیم، که از خود سخت دور افتیده ام از پیش بینی ها. حافظ میگه که دو نصیحت کنمت، بشنو صد گنج ببر. دو نصیحت کنمت، بشنو صد گنج ببر. از در عیش دراو به در عیب مپوی.
زندگی را برای خود خوش بساز، لذت ببر، از در عیش دراو و به در عیب مپوی. پشت مردم نگر، دامن مردم بلند نکو، مردم اذیت نکو، مردم آزار نده. ای دنیا را برای خود یک باغچه که از بهشت بساز و بگذار که دگرا هم یک باغچه که از بهشت داشته باشند. دو نصیحت کنمت، بشنو و صد گنج ببر، از در عیش در آو و به در عیب مپوی. شکر آن را که دگر بار رسیدی به بهار، شکر آن را که دگر بار رسیدی به بهار، بیخ نیکی به نشان و گل توفیق ببوی. میگه دیدی که بهار باز آمد و تو زنده استی، شکر کن، شکر کن که خدا را که یک سال دیگه باز زنده استی. شکرانگی بده، سپاس کو. شکرانگی چی؟ بنشان، بیخ نیکی بنشان و گل توفیق ببوی. بیخ نیکی بنشان، خیرت برسان به یک کسی. شکرانگی از این که خدا تو را امسال نگاه کرده که باز بتانی تا بهار دیگه زندگی کنی. در فکر اذیت دیگران نشو، دست مردم بگی. نمازت به تو و به خداوند تعلق داره، روزت زکاتت بده، برای مردم کمک بکو، حداقل اذیتشان نکو، حداقل بم نچسبان و مردم در مارکت نپران. آقای گلبودین و آقای هزار دین های دیگر. نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف، نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف. گر شب و روز در این قصه مشکل باشی، زندگی یک نقد است که خداوند برات داده، یک تحفه است، یک هستی است. ایره از دست نته. زندگی یک چیز نیست که با غصه از دست بتی که وی سوا چطور میشه، وی دیگه سوا چطور میشه، وی او دنیا چطور میشه. ایره از دست نته. اگر در فکر این چیزهای مشکل باشی، این نقد زندگیت میره تیز از دستت. یک روز مشت تواز میکنی که جز عرق دست خالی در دست چیز نمانده و آماده استی که میبرند. یا یک روز میبینی که در یک تابوت سر شانه مسلمان ها میبرند، چیزی که بسیار ما مسلمان ها اتفاق داریم دیدین، نمی سر دمی تابوت که میمانند، یک دوش دوش است و دمی خاک میمانند، یک بیل خاک اندازی است که در عمو عمی اتحاد و اتفاق داریم، هیچ چیز دیگه ما نداریم. دمی تابوت که میمانند یک دوش دوش است که دمی طرف قبر رو برن. و یک روز سعی کنی که سرشانه مردم هستی، هر چی که داد بزنی که یک قدم آهسته تر برین. نمیره کسمی خواندن آهسته برو رو ما شما در عروسی میکنیم، نه؟ در حال که عروس و داماد برشان یک توقف کوتاه نیست، یک توقف خوب نیست که گفته میریم که آهسته برو شب دراز سنوز، نه؟ مانا از امیست که یعنی در فکر باقی شبت نباش و دراز سال بیشی که امرای ما در مجلس باشی. و ما میگه بیادر امی شب دراز نیست، ما را الاکو که بریم. و ما میگیم که شب دراز سنوز، نه؟ یار آهسته برو. اما اصل آهسته برو را باید دانمو وقت کنن که در تابوت هستی، که یک کم آهسته تر ببرنده تا
و یک کم دیرتر خاک بردن، اما کلگی باید در پشت کار خود برند. از این خاطر الله اکبر الله اکبر یک صلوات محمدی گفته، یک تیز میدوانند که هرچی از او تابوت صدا میکنی کس نمیشنه، که آهسته ببر که عمر دراز هستن و یعنی عمر که در اوجه هستی هم نشگیز، اما تیز تیز میدوانند. و از این خاطر میگه که به نقد زندگی یک ارزش بته، نفروش نقد ای زندگی تا به ای کسایی که ازت میدزدنشه، به خاطر از ای که او دنیا بازه است. معلوم نیست، شاید باشن نظر به ای که حالا شما ای را گپ مذهبی نسازین، ما گپ حافظه گپ مذهبی نمیسازیم که حالا خانم سیمین مر یا آقای ابوبکر یا کسی دیگه ما را بگیره یا سو کنه، یا گمتو که سر سگه که بیچاره خنده کردن سری که گپ های حافظ خنده کنن، ای اشعار زیبای حافظ است. یگان وقت بهتر است که از خود یک کم بیرون برایم. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، استغنا غرور، غرور صوفیانه. بزرگترین دارایی را صوفی ها داشتن، قناعت. وقتی که قناعت می داشته باشی یک غنا برات می ته، یک معتبری می ته که تو گنج سلطانی پیشت مشت کامی شه. بیدل میگه، ببخشید که من امروز به دل کت حافظ گاگای معاقت میکنم، شاید روح حافظ خوشه که ما در جریان اشعار مقبولش گاگای یک گپ از به دل بزرگ گرد میکنم، و ما یقین دارم که روح هر دوی از یا خوشنود میشه. به دل چقدر مقبول میگه، میگه ای هوس خوش باش، ای هوس خوش باش که استغنای فقر بر سر ما چتر شاهی کرد مشت کاه را. ای هوس، یعنی هوس هیچ پایان نداره. اگر هوس پیش بره، میخوایی که در سرزمین خداوند دسپرتی، در قلمرو خداوند اگر بتانی، میتانی، میخوایی که خداوندم پس کنی نعوذ بالله و قلمروش تسخیر کنی، هوس هیچ هیچ پایین نمیافه. اما استغنا یا غرور، یک زیبایی، یک دارایی برات میده که غریب هستی و صاحب اما عالم هستی. ای هوس، برای هوس میگه که او هوس که هیچ پایان نداری، خوش باش که استغنای فقر، که غرور فقر، غرور فقیری و بیچارگی، استغنای فقر بر سر ما چتر شاهی کرد مشت کارا. چتر شاهی یا تاج شاهی که از طلا و الماس و از جواهرات است، میگه او را سیکا، او را چی میکنی؟ او خواه از معتبری غریبانه مردم گداصفت میشه، بیا استغنای مر سیکا که یک چند دانه کا در سر ما ماندن و ای چتر پادشاهی شده. ای حواس، خوش باش که استغنای فرق بر سر ما چتر شاهی کرد مشت کارا. اینا من نتانستم با او زیبایی طاووس که بدل میگم ایرا تشریح بکنم. اینال گنج زرگر نبود کنج قناعت باقیست، آن که آن داد به شاهان. خداوند به او کسایی که پول میپرستیدن تاج شاهی داد
ولی بر گداها چی داد کنج قناعت؟ ای چی یک استغنایی، چی یک معتبری دیگه است که خداوند داده. ایره تا وقتی که او استغنا را نیافین، تا وقتی که به او مقام نرسین، نمیتانین بفهمین که چی مانا داره. ایره حافظ میفهمید و مولانا و کسای مثل از اونا. طبیب عشق منم با دده که این معجون، طبیب عشق منم با دده که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. ایره خوب گوش کنین، چقدر خوب مقبول میگه. طبیب عشق منم با دده که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. اول میگه طبیب عشق منم. یک کس آمده که مریض است، حافظ اوجه به عیس دکتر خود معرفی میکنه. طبیب عشق منم، بیا 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 که من دکتر هستم، ای درد تو را من دوا کردم میتانم. بیا بیا طبیب عشق منم، بادار که این معجون. میفهمی که دوای از این درد تو چیست؟ شراب است، شراب، باده. ما شما در او زمان ها شراب نمیگفتیم، باده میگفتیم. اصلا کلمه باده از باده آمده. در ادبیات زیبای ما باده میگن، به خاطر از این که شراب سر از سبک میسازه، از اندیشه بیرون میکنش، از فکر سوا و دیگه سوا پس میکنه، سر تعلق خوده به چیزهایی که باعث دلهوره میشد از دست میته. وقتی که سر اینمی تعلق به دلهوره را از دست میته، تو در یک خوشی زندگی میکنی. یعنی سر سبک میشه. از چی سبک میشه؟ از باده، باده. وقتی که باده مینوشی، سرت یک باد میته که سبک شود. سبک شدن سر باده میشه، یعنی آب که سرت سبک میسازه. اصلا کلمه باده باده هسته که آیسته 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 تلفظش کوتاه‌تر شده، خوبتر شده، به باده تبدیل شده. اما اگر بریشه لغت برین، باده هسته که اینمی باده یا مایی که ما میگیم به خاطر دستر خوردنش از تعلقات که دلهوره برت میایه به دور میشی. آله حافظ خود طبیب عشق معرفی میکنه. او میخوایی بیا 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 در این شفاخانه که شفاخانه عشق است، که من طور تداویت میفهمم. برای چی؟ برای از این که من طبیب عشق هستم. باز دفتن حافظ که خود طبیب عشق معرفی میکنه، دفتن خود مریض معرفی میکنه. در اول طبیبش که باده بیار که این معجون، یعنی برای یاغای دیگه که مریض است، به عیس دکتر پرسکرایب میکنه، نسخه میته شراب. باز دفتا میبینین که خودش به مریض تبدیل میشه. فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. خودش میگه باده که این معجون، یعنی به خودم میخواید که فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. اینی زندگی است که حافظ برای شما نسخه میده، که این دنیا کلش برای درد نیست، برای درد کشیدن و دل هره. زندگی کنین زندگیتانه، خوش باشین. این دنیا را به یک باغچه از بهش تبدیل کنین برای خود، و به یک باغ از بهش تبدیل کنین برای دیگران. ای دنیا را به یک زهر تبدیل نکنین در زبان خود، و بر دیگرا خداوند منظور داشته از خلقت شما. لذت ببرین و سپاس کنین خداوند بزرگ.
ما پیشتر گفتم که حافظ یک اعتراف بزرگ بود. خرقه پوشی من از نهایت دینداری نیست، خرقه پوشی من از نهایت دینداری نیست، پرده بر سر صد عیب نهان می پوشم، ای ریشک و ای لنگوتگک و ای چپنک را که شما سرشانه می بینین و ای تسبیگک و ای چهرگک نورانی ساختگی که می بینین، ای از نهایت دینداری نیست، بازی نخو. با حجت الاسلام بودن ما، با ملا و مولانا بودن ما، خرقه پوشی من از نهایت دینداری نیست، پرده بر سر صد عیب نهان می پوشم، ما یک فاسق هستم، صدها عیب دارم از تو بزرگتر، کت ازی چپنک، کت ازی خرقه او را می پوشانم، سرشانایم که مندازم یک چهرگه که از ملائکه بر خود میتونم که تو بازی بخوری. حافظ اعتراف میکنه ای را که خرقه پوشی من از نهایت دینداری نیست، پرده بر سر صد عیب نهان میپوشم. و میگریز حافظ از زیر خرقه، تو را میگه که او را بازی نخو، و خودش میگریزه، خرقه خودم مندازه، سجاده خودم مندازه، میگریزه که خودش خودش باشه، که دیگه تو را بازی نته، که به زود خوش که بریا ای زندگی را سر تو دوزخ جور نکنه، و به قیمت دوزخ زاختن زندگی بر تو ای زندگی را بر خود جنت جور نکنه. میگریزه در خرقه از این بیش منافق نتوان بود. ای کاش که ملای ما همی کار کنند که اگر روز ای لنگی و ای چلتار و ای خرقه را بزنند زمین و لخت براین، خود معرفی کنند که کی هستند، چی هستند، چی کردند، چی میکنند. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم. ای یک رندی و چالاکی است و ما ای چپن اوسو انداختیم، حال دیگه باده می نوشم، خودم می باشم، حافظ می باشم، دیگه تو را بازی نمیتم. از این همی خاطره که حافظ باقی زندگی خود گپ از شراب میزنه، گپ از دیر مغان میزنه، گپ از مردم راست میزنه، گپ از کسایی که بازی نمیتن، با میکده میدرایه و دیگه نمیبرایه، به خاطر ازی که میگه در این میکده، میگه در این دیر مغان مردمای دل پاک هستند، خوش قلب هستند، مهربان هستند، یا حداقل خودشان هستند، تزویر نمی کنند، میشناسیش که آقا شرابی است، اما ای آقای دیگر یک پردگک در روی خود انداختن نمی بینی که در زیر پرده چیست. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود. اما تنظیم ما شما را دعوت میکنم که به تلویزیون زرین کمک بکنین. بارها شما با ما ایمیل رایی کردین که میخواین برنامه ما اسپانسر شوین. ما سپاس میکنم ایره، اما ما خودم شخصی کمک برای خود نمیپذیرم. میخوایم خودم خودم باشم. میخوایم از پول خود برنامه خود تمویل بکنم. ما هر ما یک پول و تلویزیون زرین میتونم و در هر برنامه که تهیه میکنم حداقل یک روز وقت مرا میگیره. اگر ما ایره به پول بفروشم ما بسیار پیسه ازی میگیرم. اگر هر برنامه مرا یک کس بخواه از ما بخره، ما به $10,000 نمیتونم میره، ازی که زیاد میارزه. اما ما ایره برای شما مجانی میکنم،
چون دلم میسوزه که نکنم، چون دلم میسوزه که تنها خود از این دریا بیرون بکشم، تنها گلیم خود از آتش بکشم. ما فکر میکنم که شما به کمک ضرورت دارین، کمک که 30 سال پیش ما ضرورت داشتم. متاسفانه کسی دست مرا ندید، نگرفت که نجاتم بده، اما مرا حافظ نجات داد، مرا مولانا، مرا بیدل. ما با این امینا از خردی زندگی خود زندگی کردم، یا پیش روی زندگی ما یک چراغ روشن کردن. در تاریک ترین روزای زندگیم، در تنها ترین روزای زندگیم، ما با اینا کلان شدم. امروز ما میخواییم اونمو چراغ را که اینا پیش روی ما روشن کردن، ما پیش روی شما روشن بکنم. تشکر میکنم از تلویزیون زرین که اینمی چانس به ما دادن. اگر شما به ما کمک میکنین، به نام برنامه ما به تلویزیون زرین کمک بکنین، میارزه. تلویزیون زرین به این کمک ضرورت داره. این من تنها نیستم، تمام برنامه سازهایی که در این تلویزیون کار میکنن، خود آقای وجوهات، خانمشان، فامیلشان که در پشت تلویزیون بدون دریافت پول کار میکنن، اینا شایسته کمک شما هستن. ما عادت کردیم که یونایتد نیشن به امریکا، به تایی، به تایی، به تایی، اما خود ما باید دست خود بگیریم. برنامه های ما بر از این است که ما از شما صاحب پول شویم، معتبر شویم. تلویزیون ما یک تلویزیونش باشه که با میلیون ها دلار خرید شوه توسط کسای دیگه. ما میخواهیم که پیش چشم پای خود یک چراغ روشن کنیم و پیش پای شما، پیش پای اولاد شما. ما میخواهیم بر علیه کسایی که به نام دین ما مردم میکشن، قتل عام میکنن، ترور میکنن، استاد شویم. ما میخواهیم بر نجات مملکت خود از چنگ آیسای استاد شویم. ما میخواهیم امریکا را کمک کنیم که چطور در امریکا، در افغانستان اینا پروگرام های داشته باشن یا پالیسی داشته باشن که اون مردم بیچاره ما را کمک بکنن. ما در اینجا نامدیم که دین اسلام خدا ناکد از بین ببریم. ما نمیتانیم، ما نمیخواهیم. دین اسلام در رگ رگ ماست، در سلول سلول ماست. نمیتانیم، نمیتانیم این کار اتا اگر بخواهیم. اما ما خودم شخصی بعد از 1400 سال آمدیم که اسلام از روی قرآن به شما تشریح بکنم. یک تعدادتان ای را نمیتانیم دایجست کنین، عزم کنین وقتی که ما میایم میگم. اما ایستا ایستا شما میبینین که ما چی میگم. شما امرای ما دست به دست میشین. اجازه بتین تلویزیون زرینه که سر پای خود استاد شود، کمک بکنین. امروز تا بازار میرین، برای یک نانکه که برای اولادایتان میخرین یک 20-40-50 دلارتان میره، یک کفش میخرین 100-150 دلار، بکشین از جیبتان یک چند روپیه بتین. اینمی پیسه شما قادر میسازد تلویزیون زرینه که امی برنامه سازهای خود کمک بکنه. یک یاد از ما امو پول نداریم که به تلویزیون زرین بتیم، اینا را کمک میکنه که استاد باشن در برنامه های خود از طریق کمک های شما. اگر شما میخواین که کمکتان از طریق یک برنامه به تلویزیون زرین باشه، شما میتونین که ایره ابراز بکنین که به طور مثال ما از طریق برنامه خانه و خانواده تیمورشاه جان حسن به تلویزیون شما کمک میکنم، یا از طریق برنامه آقای داوود نزار، یا از طریق برنامه خانم میترا، یا از طریق اینی برنامه و ای برنامه ما به تلویزیون شما کمک میکنیم. و ما خواهش میکنم تلویزیون زرینه که کمک های امتنایی که مشخص از طریق یک برنامه میشه به تلویزیون زرین، برای از اونا اطلاع داده شد تا اونا از این نفرها تشکری بکنن شخصاً.